همه آدما رو نگه میداره. و اینکه خب این سایت ها هم آدمای زرنگی راه اندازیشون کردن دیگه، یه 10 روز این سایت رو میاره بالا، یه گینی میکنه، کلی هم بیت کوین از این اون میگیره و اتر میگیره و میبنده و در میره، در لحظه هم این اتفاق میفته. و خب اما یه سری هم هستن دارن درست کار میکنن که در ادامه ما با هم خواهیم دید. روش مستقیمش هم چجوریه که امروز بهتون یه دونه ویدیو نشون میدم در از یه فارم بزرگ استخراج بیت کوین توی آمریکای شمالی که یه حسی پیدا کنید نسبت به این موضوع که چجوری دارن کار میکنن. و وقتی دارم میگم فارم از چی صحبت میکنم؟ جنسیس ماین های معتبره دیگه. چی گفتیم؟ کلود ماینینگ های مثل جنسیس ماینینگ معتبره. ببینید واقعیتش من تو این حوزه خیلی نمیتونم بیام بگم اینا معتبره یا نه، چون متاسفانه در لحظه ای اینا با نوسانات این کوین ها و کوین و آلت کوین ها یه دفعه از سوداوری خارج میشن و حاضر نیست ضرر شناسایی کنه و طرح متوقف میکنه. بعد من اومدم مثلا یکیشونو گفتم تا الان اینا خوب بوده، ولی از فردا اینا مثلا یه رویکرد دیگه پیدا میکنن. همین خاطر یه مقدار احتیاط میکنم روی اینکه بگم خوبن یا بدن، ولی یه لیست بهتون میدم که ازش بتونین استفاده کنید. دریافت سود و ارائه وام به همراه استیکینگ. استیکینگ چی بود یادتون هست؟ از دوستان کسی استیکینگ یادش هست؟ چی بود؟ ببینید ما دریافت سود و وام انجام بر اساس دیپوزیت کردن بیت کوین میتونستیم سود بگیریم و حتی میتونستیم وثیقه قرار بدیم اینها رو وام بگیریم. در عین حال بحث استیکینگ بود، شما میتونستین این منابعتون رو در یک سری کیف پول ها و طرها و ارشد اکسچنج ها قرار بدید، از محل اون یه میزان سودی دریافت بکنید. خدمتون عرض شود که مورد هفتم، این شیشتا توضیح بود که ما قبلا با هم کار کردیم، فقط یه مرور بود. مورد هفتم انجام یه سری کار کوچیک کوچیکه. مثل چی؟ این میکرو تسکا برای یک سری طرح و پروژه های دیگه تو همین بلاکچین انجام میشه. نمونه هاشو براتون بگم. به هر حال شما توی اینجا تخصص های مختلفی دارین از گروه های مختلف. یکی از راه های سادهش تست کردن اپلیکیشنه. ببینید منظورم پنتست نیست و فانکشنالیتیه. پنتست، پنتریشن تست، تست های نفوذ و امنیتی میشه که اصلا تخصص خاصی میخواد، آدم این کارو میخواد که هرچند اینها هم لازم دارن، ولی این میکرو تسکا رو، تسکایی که منپاور زیادی هم میبره، میدن یه سری آدم دیگه انجام بدن، در قبالش حاضرن پول پرداخت بکنن. تست اپلیکیشن مثلا همه این منوها کار میکنه یا نمیکنه، اگر میزنه تو صفحه درست و متناظرش میره یا نه. شرکت تو این نظرسنجی هاشونه. ببین امروز اگر برای شما کسی مثلا یه لینک بفرسته که بگه این پایان نامه یه دانشجوی مثلا پرش کن، یه تحقیقات صنعتی پرش کن، خیلی نگاه نمی کنن، وقت نمی کنن. و خب به خاطر اینکه بتونه این شرکت هایی که تو حوزه بلاکچین دارن کار میکنن نظر آدم های مرتبط با خودش از سطح بازار کریپتو جمع کنه، مجبور یه گیفتی بده. بعد این همون تیکه نظرسنجی هست. یعنی شما تو نظرسنجی شرکت میکنید، یه تایم میذارید میخونید و جوابشون رو میزنید و اونها هم بدونید دیگه. به هر حال این سوالات اپلیکیشن ها و فرم نظرسنجی طوری طراحی شده که معکوس این سوالا رو یه جای دیگه ازتون میپرسه که ببینه این شانسی همینجوری تیک تیک خورده اومده پایین یا اینکه نه واقعا جواب صحیح داده. خب این راه خوبیه برای کسب درآمد. خیلی ها هم توی دنیا درگیر این مسئله هستن، گین خوبی هم میده. تماشای ویدیوهاشون هست، تماشای تبلیغاتشون هست که اینا دیگه به قول من خیلی کالای سطح پایین تریه که این هم مثلا هم پرداخت بر اساس کلیکه. یه بحثی وجود داره الان شما
گوگل کنید بیت کوین رایگان، بیت کوین مجانی، میبینید چه، یا اصلا بخواید این هشتگ ها رو ببینید، این دوتا جز رنکینگ های بالان. همیشه هم برای من از این سوالا میاد که فلان سایت گفته مجانی میده، مثلا اینقدر میده، درسته؟ در وهله اول که من میگم اینا اکثرا کلاهبرداریه. کسی بیت کوین 1 میلیارد تومانی رو به کسی رایگان نمیده. درسته یه میزان ساتوشی، الان هر یه ساتوشی حدودا با فرض قیمت 1 میلیارد تومن هر ساتوشی چقدر معادل چقدر تومن خواهد بود؟ ذهنی میتونن دوستان حساب کنن این زیر بنویسن؟ هر ساتوشی معادل چند تومنه؟ وقتی که یه بیت کوین 1 میلیارد تومن باشه، با فرض 1 میلیارد تومن هر ساتوشی چقدره؟ 1000 تومن. هر ساتوشی یعنی ریزترین واحد بیت کوین الان 1000 تومنه. و شما در نظر بگیرید که وقتی بخواین خرید بکنید یه چیز حدود، وقتی میگه 1000 تومن باشه، حداقل شما برای خرید توی مثلا همین نوبیتکس باید بیش از 100 واحد ساتوشی بخری تا اون حداقل کف خرید و پوشش بدی. در نظر داشته باشین پس این عددا هر روز هم داره رشد میکنه، پس کسی هم حاضر نیست بیاد مثلا چندین هزار ساتوشی رو به شما رایگان بده و در قبالش مثلا شما رفتی کار عجیب و غریب انجام دادی براش. احتمال پرداختش بسیار پایینه، پس به دوستاتون بگین حتما، ولی بعضیشون هم پرداخت میکنن. اما چیزی که در قبال پرداخت، کاری که از شما میخوان در قبال پرداختی که انجام میدن، بسیار بسیار ناچیزه. یعنی 10 برابرش از شما میگیره که مثلا 1/10ش رو به شما به عنوان پرداخت به صورت بیت کوین بده. طرف ها اینقدر توی سایت میبره و میگه اینو کلیک کن، اونو کلیک کن، این ویدیو رو ببین، اون ویدیو رو ببین، برو فلانجا فالو کن، این کارا رو بکن تا مثلا اینقدر ساتوشی بدن دیگه. حالا یه سری هم درگیر این مسئله میشن، اما خب خیلی گینی نداره. برای اینکه از این میکرو تسکا خبردار بشین، یک سری سایت من اینجا براتون نام بردم. کوین ورکر هم که خب معروف ترین، یکی از معروف تریناش هست. میتونید برید و ببینید چه کارهایی میتونید انجام بدید. قبل از اینکه این اتفاق، حالا به هر حال یه مقداری این تناب تحریم رو یه مقدار سفترش بکنن، خب اینا کار میکردن، حتی براشون جذاب بود که تو کانال هایی که ایرانی ها دارن طرحشون به فارسی ترجمه بشه، معرفی بشه، یا حداقل تو سایتشون یه قسمتی رو فارسی ترجیح میدادن انجام بدن. و خب به هر حال جمعیت فارسی زبان در دنیا حدود 300 میلیون نفره. به هر حال اینم به عنوان یه نیش مارکتیه که توی این آی سی او ها مورد استفاده قرار میگیره. میبینید که توشون چینی، کره ای به زبان های مختلف ترجمه میکنن تا به امید اینکه بتونن منابع مالی درآمد بعدن بتونن جذب کنن، که حالا در قبالش بابت ترجمه پول میدن. و شما یکی از روش هایی که میتونه انجام بده این میکرو تسکا هست. تو تیکه فنیش به نظرم گین خیلی بهتری دوستان دارن اگر درگیر این مسئله شن. همکاری تو پروژه هاست، مثل انجام کارهای تست نرم افزار، دیگه یه مقداری فنی تر شد. تولید قسمتی از نرم افزار، ببین یه پروژه به چه بزرگی رو که یه نفر دو نفر نمی‌نویسن دیگه، شاید هسته اصلیشو یکی دو نفر طراحی کنن، اما در ادامه می‌بینید که این توسعه پیدا می‌کنه و هر قسمتیشو یه کسی نوشته و در نهایت اون تیم هسته اصلی اینو یه جمع‌بندی می‌کنه و تبدیلش می‌کنه به نرم افزار، که اگر دوستانی از در حوزه نرم افزار هستن می‌تونن از این وبسایت‌ها استفاده بکنن. پذیرش رمز ارز، یعنی همون مثال اون کفاشیه که براتون زدم، یا اون بنشن فروشیه توی کرماشا، یا اون لاستیک فروشیه توی مازندران که حاضرن در قبال دریافت بیت کوین بیان کالاشون رو بفروشن. و خب یک سری راه سادهش اینه که خب بگن این کیف پولمو بزن، دو طرف باید تراست داشته باشن. دو اینه که یه درگاه پرداختی باشه، که این درگاه پرداخت مثل درگاه پرداخت اینترنتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم. نمونه هاش رو روی پیمنت گیتوی های سایت کوین پیمنت من یه اسکرین شات گذاشتم اینجا، مثلا کوین پیمنت 0.5% داره کارمزد میگیره، بیت پی 1%.
ببین بیت پی یه سایت خیلی معتبره توی حوزه این تبدیل ها و این درگاه ها. اون قسمت خاطرتون از ماشین های لوکس رو داشتم میگفتم که ماشین های لوکس توی حالا مثلا لاس وگاس، یکی ماشین مثلا بوگاتی و